سلام، شهریار حکیمی هستم. امروز میخوام در رابطه با فصل 2024 فرمول 1 با شما صحبت کنم و در رابطه با تغییراتی که در این فصل شاهد هستیم به شما بگم. پس در این ویدیو با من همراه باشید. خب در آستانه شروع فصل 2024 فرمول 1 قرار داریم و میتونیم بگیم که خیلی از ما میدونیم که در انتها و در پایان این فصل چه اتفاقی رخ میده، ولی خب ما طرفدارای موتور اسپورت و فرمول 1 صرفا این مسابقات رو برای این که مثلا بدونیم کی قهرمان میشه دنبال نمی کنیم و برای خیلی همون اتفاقات و حواشی که در طول مسابقات و در طول یک فصل رخ میده شاید ارجحیت داشته باشه و همینه که فرمول 1 رو برای ما جذاب کرده. خب فصل 2024 در ادامه همون تغییراتیه که ما از فصل 2022 شاهد اون بودیم. پس اینو باید بدونیم که توی این فصل ماشین‌ها و قوانین آنچنان تغییراتی رو شاهد نبودن و آنچنان دچار تغییر نشدن، ولی خب مثل هر فصل ما شاهد یه سری از تغییرات بودیم و یه سری تغییرات جزئی هم قوانین هم ماشین‌ها داشتن که من در ادامه میخوام به همینا بپردازم. بیایید با تقویم مسابقات شروع کنیم که برای اولین بار قرار 24 تا مسابقه در این فصل برگزار بشه. خب شما اگه یادتون بیاد هم توی فصل 2022 و هم توی فصل 2023 فرمول 1 وقتی تقویم مسابقات رو منتشر کرد گفتش که 23 مسابقه در این فصل قراره برگزار بشه و در هر دو فصل هم در آخر یه مسابقه لغو شد و با 22 مسابقه این دو تا فصل به پایان رسید، ولی دیگه بالاخره این فصل گفتم 24 مسابقه میخواد برگزار بشه. تا این لحظه که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم همچنان این 24 تا مسابقه باقی مونده و هیچ گروه رئیس ها لغو نشده. خب این به این معنیه که فصل 2024 بزرگترین و طولانی ترین فصل تاریخ فرمول 1ه. 75مین فصل این مسابقات شاهد برگزاری 24 تا مسابقه خواهد بود که 3 تا مسابقه مثل فصل 2023 در کشور آمریکا برگزار میشه. وقتی ما تقویم مسابقات رو نگاه میکنیم خیلی برامون جالبه که مسابقات از فوریه 2024 شروع میشه و تا دسامبر این سال ادامه داره، یعنی رسماً فقط ژانویه 2024 شاهد برگزاری مسابقه فرمول 1 نبوده و هر 11 ماهش حداقل یه آخر هفته فرمول 1 داره. خب چند سالی هم هست که شاهد برگزاری اسپرینت ریس در فرمول 1 هستیم. آزمون و خطای فرمول 1 همچنان در رابطه با این مسابقات ادامه داره. از لحاظ تعداد فصل 2024 هم ما شاهد 6 تا اسپرینت ریس هستیم، ولی فرمت برگزاریش مجددا عوض شده به این شکل که جمعه یک تمرین برگزار میشه و تعیین خط یا همون اسپرینت شوتات برگزار میشه، تعیین خط مسابقه اسپرینت. شنبه شاهد مسابقه اسپرینت هستیم، اسپرینت ریس برگزار میشه و تعیین خط مسابقه اصلی، و یک شنبه هم مثل سابق مسابقه اصلی برگزار میشه. قوانین دچار چند تا تغییر جزئی هم شده، مثلا با اون اتفاقاتی که در فصل 2023 برای تایرهای پیرلی رخ داد و دچار نقصهای زیادی بود این تایرها، در فصل 2024 هر ماشین قرار 13 تا تایر بگیره و در اصل دو تا تایر بیشتر کردن نسبت به فصول گذشته. یه قانون دیگه هم که تغییر کرده و این میتونه خیلی مهم باشه و مخصوصا توی شروع مسابقه و ابتدای مسابقات میتونه تغییراتی رو به وجود بیاره، اینه که سیستم DRS از این به بعد از دور دوم میتونه فعال بشه و اگه پرچم قرمز، پرچم زرد یا ماشین ایمنی هم دیدیم بعد از یک دور که اونا خارج شدن DRS مجددا فعال میشه. خب فصلهای گذشته توی شروع مسابقه DRS از دور سوم بود و وقتی مثلا سیفتی کار رو پرچم میدیدیم
باید دو دور میگذشت از رفتن اونا تا دیارس فعال بشه، ولی الان اینو به یک دور کاهش داده فرمول یک، که میتونه تغییر قابل توجهی باشه، شاید توی بعضی مسابقات تفاوتهایی رقم بزنه. در رابطه با تیم‌های فصل 2024 باید به شما بگم مثل فصل‌های گذشته مجدداً 10 تا تیم حاضر هستند. همون 10 تا تیمی که همون چند سال ما داریم می‌بینیم مجدداً تو این فصل هم هستند، با این تفاوت که دو تا تیم تغییر برند دادن. در اصل تیم ساوبر که با آلفا رومئو قرارداد داشت قراردادش تموم شده و در حال حاضر با یه قرارداد تجاری اسمش به استیک کیک ساوبر تغییر کرده، که خب یکی از انتقادهایی هم که تو این فصل وارده به اسم تیمایه که خیلی هم اسمای عجیب و غریبی دارن. البته که احتمالاً به خاطر مسائل اسپانسرینگ توی خیلی از مسابقات نتونن با این اسم ظاهر بشن، شاید همون کیک ساوبر یا به همون ساوبر صدا بزنن این تیمو. تغییر دیگه هم آلفا تاوری بوده که یه از اسمش الان مشخصه که یه قرارداد تجاری به ثبت رسیده و اسمش شده ویزا کش اپ آر بی. هر دو تا تیم توی ظاهر هم تغییر کردن، رنگاشون عوض شده. توی قسمت ماشین‌ها که میخوام اشاره کنم عکساشو میبینید که کلن از لحاظ ظاهری تغییر کردن. برای اولین بار در تاریخ فرمول یک ترکیب راننده ها عوض نشد، خیلی خیلی اتفاق عجیبیه. میگم توی این 75 فصلی که فرمول یک برگزار میشه، این اولین فصلیه که ترکیب راننده هایی که یک فصل رو به پایان میرسونن همونا مجددا فصل رو شروع میکنن. آخرین تغییری که ما توی فرمول یک دیدیم همون توی تیم آلفا تاوری بود که دانیل ریکاردو جانشین نیک دیوریس شد و بعد از اون تغییر ترکیب راننده ها تغییری نکرده و توی همین فصل هم فصل 2024 20 راننده مجددا همونا هستن. همونطور که توی ویدیو انتقال لوئیس همیلتون به فراری توضیح دادیم، خب الان تغییر رو شاهد نیستیم، ولی ما میدونیم که قرارداد 14 تا راننده در پایان فصل 2024 تموم میشه و این یعنی برای فصل دیگه ترکیب تیما به شدت تغییر میکنه. خیلی از راننده ها صندلیشون عوض میشه، احتمالا اصلا خیلی ها به صندلی نرسن، شاید چهرهای جدیدی رو ببینیم. دیگه میتونیم بگیم گل سرسبدش انتقال خود لوئیس به فراری بود و این آخرین فصلی هم هست که لوئیس همیلتون در مرسدس رانندگی میکنه. در آخر باید به ماشین‌های فصل 2024 فرمول 1 اشاره کنم. همونطور که اولم هم توضیح دادم، خب قوانین اجازه نمیده به تیم‌ها تا آنچنان تغییر رو روی ماشین‌هاشون پیاده کنن و از سال 2026 نسل جدید ماشین‌ها وارد میشن. خیلی از تیم‌ها سعی کردن تا کانسپت و اون طرح کلی RB19 همون ماشین فصل 2023 ردبول رو پیاده کنن. حتی خود ادریان نیوی که نابغه ی ردبوله رسما گفتش که ما میدونستیم خیلی از تیم ها قرار از ما کپی کنن و برای همین ردبول با یه کانسپت جدید وارد شده. خیلی از جمله فرناندو آلونسو گفتن که واقعا غافلگیر شدیم که ردبول با یه طرح کاملا جدید داره وارد این فصل میشه. مثل همیشه از تغییراتی که ماشین ها کردن، خب همون شاسیشونه، تیم ها شاسی ها رو معمولا تغییر میدن، سعی میکنن زاویه بالهاشون رو عوض کنن، خلاصه هر کاری میکنن تا همون ایرودینامیک بهتری داشته باشن. و تمام مفهوم و ایده اصلی ماشین های فرمول یک مثل چند سال اخیر روی ایرودینامیک میچرخه. یکی از تغییرات ماشین هایی که باید به شما بگم اینه که از فصل 2024 یه سیستم خنک کننده توی اون کاکپیت یا محل قرارگیری راننده قرار داره تا خنک کنه اونجا رو. دلیل اصلیش همون گرنپری قطر 2023 بود، گرنپری که هم تایرهای پیرلیو خیلی اذیت کرد و هم مشکلات زیادی واسه راننده‌ها به وجود آورد. راننده‌ها بعد از مسابقه حالشون بد شده بود، چندشون اصلا مجبور شدن وسط مسابقه ول کنن و ریتایر بشن و به این ترتیب این سیستم خنک کننده توی کاکپیت‌ها قرار گرفته تا دیگه همچین مشکلاتی به وجود نیاد.
من در رابطه با تستای پیش فصلم که توی بحرین برگزار شده خیلی کوتاه به شما بگم و بریم با هم عکسای ماشینای جدید رو ببینیم. خب همونطور که میدونید زیاد نمیشه به تستای پیش فصل اطمینان کرد. ما میدونیم که ماشینهای فرمول 1 در طول فصل پیشرفت میکنن، در طول فصل بروز رسانی و آپدیت میشن و مخصوصا بعد از تعطیلات تابستونه که خیلی از ماشینا تازه چیزی که باید رو میکنن. مثالش همین فصل پیش که یادتونه استن مارتین چقدر خوب شروع کرد، مرسدس چقدر بد شروع کرد، ولی در پایان مرسدس بهتر تموم کرد، خیلی خوب فصل رو تموم کرد، ولی استن مارتینی که اون اوایل همش سکو میگرفت نتونست اون نتایجش رو دیگه ادامه بده. توی تستای پیش فصل خب ردبول همونطور که گفتم با یه کانسپت جدید وارد شده، RB20 مجدداً خطرناک به نظر میرسه. حتی شنیده میشه که ردبول موتورش رو توی دور مسابقه قرار نداده، با دور ضعیف تمرین کرده مکس ورستاپن، ولی با این حال یه مصاحبه خیلی وحشتناک انجام داد و گفتش که بسیار از این ماشین راضیه و مکسی که با RB19 تمام رکوردهای مهم به فرمول 1 زد اومده گفته که RB20 حتی قوی تر از RB19 و این خیلی ها رو ترسونده. فراری توی تستا واقعا خوب بود، در حدی که لندو نوریسی که ما انتظار داریم با مکلارن نتایج خوبی این فصل بگیره برداشت گفت ما با ردبول که خیلی فاصله داریم و بعد از تستا مشخص شده ما با فراری هم فاصله داریم. البته میگم چندان نمیشه، حداقل الان به این تست ها دل بست. مرسدس هم هر دوتا رانندش، هم لوئیس هم جورج راسل خیلی راضی بودن از W15 و گفتن که نسبت به دو فصل گذشته ماشین بهتری دارن، کانسپت ماشین مرسدس گفتن بهتره و باید ببینیم که در آخرین فصل لوئیس همیلتون در مرسدس W15 چه نتایجی رو رقم میزنه. یکی از تیم هایی که واقعا ناامید کننده بود تو تست های پیش فصل الپین بود. پیر گزلی گفته که باید منتظر شروع خیلی چالش برانگیزی باشیم. الپین اصلا توی بحرین نتایج خوبی نگرفت و پیشبینی میشه که فصل خوب شروع نکنه. هاس هم که دیگه رسما خودشون اعلام کردن که با چیزی که انتظار داشتن خیلی فاصله دارن و الان در حال حاضر خیلی از سایت ها از این خبر دارن که احتمالاً حداقل توی شروع مسابقات هاس از همه تیما ضعیف‌تر باشه. خب حالا بریم با هم عکس ماشین های جدید رو ببینیم. من روی هر کدوم از عکس ها برای شما اسم این ماشین رو نوشتم. بریم با هم فعلا ماشین های جدید برای فصل 2024 فرمول 1 رو تماشا کنیم. این یه چیز کلی در رابطه با فصل 2024 فرمول 1 بود. امیدوارم هر زمان که این ویدیو رو تماشا میکنید واسه شما مفید باشه، چیزهای زیادی از این ویدیو یاد گرفته باشید و این فصل هم فارغ از هر نتیجه‌ای که رخ میده دنبال کنید و از این مسابقات لذت ببرید. پس تا یه ویدیو دیگه.